در پی رأی‌گیری مجمع عمومی حزب سبزهای آلمان و با رأی اکثریت شرکت کنندگان، دو نماینده پارلمان فدرال از جمله یک سیاستمدار ایرانی تبار رهبری این حزب را بر عهده می‌گیرند. گزارش از سارا داماوندان. شنبه 29 ژانویه مجمع عمومی حزب سبزهای آلمان در نشستی که عمدتاً به صورت مجازی برگزار شد، ریکاردو لانگ 28 ساله و امید نوری پور سیاستمدار 46 ساله آلمانی ایرانی تبار را به طور مشترک به عنوان رهبران آینده حزب خود انتخاب کردند. اما امید نوری پور ایرانی تبار چه کسی است؟ او در تهران به دنیا آمد. در سال 67 در سن 13 سالگی به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت کرد. در دانشگاه اقتصاد و سیاست خواند و سپس بر اساس علاقه‌اش به حزب سبزهای آلمان پیوست. با شورای اروپا کارش را آغاز کرد و سپس به شورای بین الملل راه پیدا کرد. سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها شد. او در همان زمان خواستار تلاش دولت آلمان برای آزادی نسرین ستوده شد. بارها نسبت به سیاست‌های حاکم در جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. از کشتار مردم در آبان 98 گرفته تا ادامه نبید افکاری. امید نوری پور یکی از 6 نماینده آلمانی ایران تبار است که در پارلمان آلمان کرسی دارد و روز گذشته در کنار جوانترین زن در رهبری حزب سبزها به عنوان یکی از رهبران آینده این حزب انتخاب شد. نوری پور که با دو رقیب همحزبی خود در این رقابت شرکت کرد، موفق شد 621 رأی از مجموع 752 رأی داده شده را از آن خود کند. انتخاب دو رهبر جدید حزب سبزها قرار از طریق رأی‌گیری پستی اعضا به تایید برسه و این کار قراره تا نیمه ماه فوریه انجام بشه. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.